بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان، دوستان و محترمان فارسی زبان ما، عزیزان خوب بیننده برنامه زندان مستقیم روشن. امیدوارم در هر کجایی که هستید و برنامه خودتان را میبینید، انشاءالله که همواره صحتمند و سلامت باشید عزیزان و بینندگان. قبل از آغاز برنامه، همطور که ما و شما میدونیم، در جمعه گذشته، در دیروز، حوادث تلخ توریستی در کابل و غرب کابل اتفاق افتاد. متاسفانه عده‌ای از هموطنان از ما جان خودشان را از دست دادن. خدمت خانواده محترمه شهدا تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که خداوند مهربان صبر به خانواده ها عنایت بفرمایه و انشاءالله هر چه سریعتر این مشکلات از سر مردم بیگناه افغانستان گم شود. عزیزان و بینندگان، در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم علیزاده هستیم با موضوع فرزند پروری. سلام علیکم خانم علیزاده بزرگوار، بسیار بسیار خوش آمدین. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و احترام دارم خدمت شما مجری محترم، بینندگان عزیز این برنامه، و خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما خوبان هستم. تشکر از شما خانم علیزاده. قبل از این که شما برای از ما بینندگان، از ما در مورد شیوه های پرورش و تربیت فرزند صحبت بکنید، برای از ما توضیح بدید که اصلا چه ضرورتی داره که ما به این مسئله بپردازیم. چون گاهی اوقات گفتم میشه که خب این اولاد وقتی که پا به دنیا میگذاره، خب خودش بزرگ میشه دیگه، نیاز نیست که پدر و مادر اینا به صورت ویژه توجه ویژه داشته باشن یا خیلی اهمیت داشته باشه که بدانن. هر کسی، هر موجود، هر حیوانی، حتی اگر یک مثلا پیشک باشه، یک مثلا یک مال باشه، میفهمه که با اولاد خودش چه رقم رفتار بکنه و اولاد به یک حدی برسونه. دیگه چی نیاز داره که ما به صورت ویژه و جدا به این مسئله بپردازیم؟ ببینید دوستای عزیز، چون موضوع فرزند پروری از خانواده نشأت میگیره، ابتدا یک مقدار در مورد اهمیت خانواده و اهمیت فرزند پروری خدمت شما گپ بزنم. اینه که همونطور که میدونی خیلی از دوستا، خانواده مهمترین مکتب و مدرسه انسان ساز است و خمیرمایه و اون شخصیت اصلی ما در خانواده شکل میگیره. حالا همین خانواده با همین وسعتش بزرگترین رسالت و یا وظیفه‌ای که خانواده داره تربیت اولاد است. همونطور که پیشوای ما حضرت امام علی علیه السلام می‌فرماید، بزرگترین سود در دنیا فرزند نیک است. خدا کند که من و شمای پدر و مادر از این سود بهره‌مند باشین. پس ببینین که رسالت بسیار سنگینی بر عهده ما به عنوان پدر و مادر است. درست. و او تربیت اولاد است و خدا کند که از پس این رسالت خوب براییم و روسفید باشیم، چی در دنیا چی در آخرت. و اینکه گفتین چه ضرورتی داره که ما آموزش ببینیم فرزندداری را، شاید خیلی از گذشته های ما یا دوران پدر و مادر ما و شما چندان آموزش خاصی نبود. بالاخره فرزند می آوردن و بسیار خانواده هم پر جمعیت بودن، 6 اولاد 9 اولاد، بالاخره اینا کلان می شدن گرد هم دیگر، در یک خانواده بزرگ می شدن و اوقدر پدر و مادر اذیت نمی شدن. ولی چرا الان اهمیت داره؟ ببینین دوستای عزیز، ما الان در یک عصر زندگی میکنیم که عصر انفجار اطلاعات است، عصر تکنولوژی است، عصر اینترنت است. در این عصر تربیت اولاد بسیار سخت‌تر از گذشته است. در این عصر نمیشه ما اولاد رها کنیم و بگیم خودش تربیت میشه دیگه. همون رقم که برادر خواهرای کلانش تربیت شد، همون رقم که ما تربیت شدیم، اولادای ما هم تربیت میشه. این طور نیست دوستای عزیز. پدر مادر امروز، شما در یک عصر زندگی میکنید که انفجار از اطلاعات در کنار فرزندان شما هست و فرزندان ما، اولادهای ما با اطلاعات روبرو میشن که هنوز به او بلوغ فکری نرسیده، به او بلوغ جسمی نرسیده، ولی با اطلاعات مواجه میشه که متاسفانه ذهن و فکر از او را مشغول میکنه و این باعث به بحران کشیدن اولادها میشه. پس ما باید
بسیار بسیار هوشیارتر و آگاهتر عمل کنیم. اینطور نباشه شاید هنوز هم خانوادهای هستن که اولاد میارن رها میکنن، بالاخره به طور غریزی بزرگ میشه، اولاد داری میکنه، بالاخره خرد از کلان میشه و ازدواج میکنه میره، ولی از این آسیب هایی که جامعه، آسیب هایی که اطراف ما به او وارد میکنه بیخبر است. ببینین دوستای عزیز، شما الان در یک عصر زندگی میکنید که تربیت اولاد فقط دست شما نیست، مثل گذشته نیست که بگیم فقط پدر و مادر اولاد تربیت میکنن، نه، در عصر امروز مدرسه، اجتماع، همسالان، فضای مجازی، رسانه، تلویزیون، همه غیره غیره، همه اینها در تربیت اولاد ما صحیح است و بسیار نقش مهم می داره و ما نمیتونیم مثل گذشته اولاد دست خود بگیریم و بگیم فقط ما هر جور که دلمون می خواهد امور قم تربیت می کنیم. همه ای چیزایی که ما الان ذکر کردیم، همه از اینا نقش خود داره. خب وظیفه من و شما پدر و مادر چیست؟ باید آگاهیمون رو بالا ببریم، باید سعی کنیم با مطالعه بیشتر، با گوش دادن به برنامه هایی که مفید هست برای تربیت اولادها، با بالاخره گفتگو کردن با افرادی که آگاهی بیشتری داره، آگاهی های خودمون رو بالا ببریم و انشاءالله که بتوانیم که اولادهای سالم، صالح، مفید انشاءالله تحویل جامعه بدیم تا انشاءالله باعث افتخار ما چه در این دنیا چه در اون دنیا باشه. درست. و همینطور که عرض کردم، دین اسلام هم بسیار در این مسئله اهمیت داره. پس ما رسالت بزرگی داریم، مسئولیت بزرگی داریم. پیامبر اکرم در این زمینه می‌فرماید ادبوا اولادکم فانکم مسئولون، یعنی فرزندان خود را تربیت نمایید که همانا در برابر آنان مسئولیت داریم. پدر و مادر عزیز، اگر اولاد ما خدایی نکرده به زهکار شود، دچار مشکلات روحی و روانی باشه که فردا به خود، خانواده خود، به اجتماع خود آسیب برسانه، در درجه اول من پدر و مادر مسئول هستیم. باید ما متوجه باشیم، باید مشکل از او رو پیدا کنیم. اول اینکه نگذاریم زمینه مشکل ایجاد شود، چه در خانواده، چه بین همسالان، چه در اجتماعی که زندگی میکنه. باید ما این آگاهی را داشته باشیم تا اولاد ما دچار مشکل نباشه. اولادداری و فرزندداری دوستای عزیز فقط این نیست که ما خوراک از رو تامین کنیم، پوشاک از رو تامین کنیم، یک مسکن، یک خانه برای از رو تامین کنیم و بگیم خب چی کم داره اولاد ما، ما همه چی در اختیارش قرار داریم. مردم خانم علیزاده در کلان شما مزد میگم که بسیار زیاد هم هستن، یعنی مثلا وقتی که اولاد خوب شد میگه که من چه رقم اولاد تربیت کردم و بسیار افتخار میکنم به اولاد خود که اولاد از من دکتر شد، انجینیر شد، در فلان رتبه و مقام رسید. اما امی که امی اولاد خدایی نکرده به یک راه اشتباه رفت، پای خود را کج گذاشت، دیگه پدر و مادر از اوور مادر در گریه کردن و گریان میشه، ناراحت میشه، پدر عصبانی میشه، فریاد میکنه که چی شد که توی رقم شدی و تمام بار مسئولیت و گناه را به دوش اولاد میگذارن. بله. در حالی که باید دقت داشته باشیم که همطور که شما فرمودید خانواده نقش بسیار مهم داره. خانم ملزاده بزرگوار، امیرا میخوایم که برای از ما بینندگان از ما توضیح بدین که نقش خانواده و مسئولیت خانواده در برابر اولادها چی میتونه باشه، چون برخی پدر و مادرها مثل پدر و مادرهای قدیم تصور میکنن که فقط صرف همی که اولاد نان بتیم اون تا یک سن خاص بله. کفایت میکنه بله. وظیفه خود انجام بدن. چه زمینه های ما مسئول هستیم به عنوان خانواده؟ درسته. از نقش ها خانواده بگیم، چه مسئولیتی داریم؟ بله. ما آمدیم همین نقش ها و یا مسئولیت های خانواده را در چهار قسم تقسیم کردیم دوستای عزیز، در زمینه های آموزش و راهنمایی، مراقبت و حمایت، نظارت و کنترل و بازخورد، که همگی چهار مورد ما انشاءالله خدمت شما عرض هستیم و در مورد از اینا گپ میزنیم با شما و انشاءالله مسئله را توضیح میدیم. خب در این برنامه میایم در قسم اولش که آموزش و راهنمایی از خدمت شما گپ میزنیم. خب خیلی از ما شاید تعجب کنیم، مگه خانه مدرسه است که ما آموزش میدیم؟ بله دوستا، اولین مدرسه اولادها خانه است و اولین مربی مادر و پدر است.
مربی که تمام وقت در اختیار اولاد است، مربی که 24 ساعته در اختیار اولاد است. کلامی مربی، رفتاری مربی، اعمالی از مربی، همه اینها الگو و سرمشقی است برای اولاد. شاید ما تعجب کنیم بگیم آموزش فقط در مکتب است. نه خیر، آموزش اول از خانه و خانواده شروع میشه. خب دوستان عزیز، در این آموزش در چه قسمت چه رقم است؟ ما آموزش آمدیم در دو قسم تقسیم کردیم، یک آموزش کلامی، دو غیر کلامی. وقتی گپ از آموزش کلامی میزنیم دوستان عزیز، منظور ما این است که ما با لفظ خود، با کلام خود، با حرف خود اولاد خود آموزش میدیم. گاهی وقتا او سوالاتی میکنه، مثلا کودک از دنیای کنجکاوی، آسمان چه شکلیه، خورشید شب با کجا میره، ستاره کجا میره. وقتی ما در جوابی سوالا رو میدیم، یعنی ما با کلام خود استفاده کردیم. گاهی وقتا ما اولاد خود رو تهدید میکنیم، بچه می کارو بکنی، کارو نکنی، بره بپوش اینجا، این قسمت برو، این قسمت نرو. خلاصه این گپا یعنی ما آموزش کلامی دادیم. اما گاهی وقت ها ما در حال آموزش غیر کلامی است. غیر کلامی به چه قسمت است؟ ببینیم، ما برای شما یک مثال میزنم. مادر وقتی جارو میکشه خانه را یا صافکاری میکنه، دختر ازم یک دستمال میگیره دنبال مادر صافکاری میکنه. مادر دزو آموزش نداده، دزوم نگفته بیا دخترم یه کارو بکن، ولی چون عمل مادر رو دیده دختر تقلید کرده، یعنی آموزش دیده، یعنی داره جواب پس میده. من یه آموزش گرفتم و اینم تقلید ما و اینم جواب ما. خب حالا فرض کنید که همین مادر بسیار مثلا در خانه بلند صحبت کنه، یا مثلا اولادهای با یک نامی خوشایندی صدا نکنه، یا با یک لقبی زشتی صدا کنه. خب همین اولاد که ساکت نشسته، همی را میگیره، در ذهن خود نگه میداره و فردا که این مادر شد، باز هم با اولاد خود همی رقم گپ میزنه. یا پدر از خانه از بیرون میاد داخل خانه، به جای سلام احوالپرسی گرم چند تا مثلا لطکوب کنه اولادا را، چه رقمه بخزین بشینین، یا اینکه با یک صدای بلند و با یک بالاخره خدایی نکرده ناسزا وارد خانه شبه، اولاد هم همی رو میگیره، میگه خب در آینده که ما پدر شدیم، و یا حتی بزرگتر را سر اولادای کوچکتر بازم این نقش ایفا میکنه دیگه. نه بله. وقتی که پدر مادر نباشه، هم اولادای کلانتر، حالا چی دختر باشه چی پسر، با سرم خورتر همین نقش پدر اجرا یا مادر اجرا میکنه. و یه قسم که اگر پدر مثلا برای اجرای خاصه خود بلند فریاد بزنه، یا خدای نکرده ناسزا بگه یا فوش بده، همین اولاد با سر اولادای دیگه اجرا میکنه و در آینده سر اولادای خود اجرا میکنه. ببینید پدر با مادر، شما شاید قصد نداشتین که یه آموزش بدیدین، بدون نیت شما یه گپ زدین، فکر نمیکردین که اولاد من میره یاد بگیره، ولی اولادهای شما در هر لحظه زندگی شما الگوی از او هستین و شما یاد میگیره. پس مواظب رفتارتان، گفتارتان، اعمالتان باشید که شما آینه هستین برای آنها، و هر لحظه هر آنچه از شما ببیند در رفتار خودش، در گفتار خودش همون انعکاس میده و برمیگرده و به شما برمیگردونه. باز نگین که از کجا شد، ما این رقم نبودیم، چرا اولاد ما این رقم شد، چطور شد، فلان شد. درسته؟ بدانید که یک جاهای حتما کارهایی کردین، چیزهایی گفتین که اینها برگشتن. اولاد شما او چیزی نمیشن که شما برایشون میگید، اولاد بله. شما او چیزی میشن که شما هستید. دقیقاً. بله و دقیقاً. هرچی که ما رفتار انجام میدیم، دقیقاً اولاد از ما سعی میکنه. حتما بینندگان از ما همچنین تجربه رو دارن که گاهی خود که انسان مثلا برای نماز بلند میشه و اولاد 2 ساله یا 3 ساله خود هیچ چیز هم نگفتیم، اما او بلند میشه سعی میکنه که همین حرکات را تقلید بکنه. دقیقاً. و افراد خانه خوششون میاد. یک نمونه است. بله. دیگر رفتارهای ما هم، کوچکترین رفتاری که از ما سر میزنم طور که شما فرمودید، اولاد سعی میکنه که تقلید داشته باشه. دقیقاً 100%. و دوستان عزیز، حالا که ما همین آموزشی که میدیدیم، شاید خیلی از شما بگین نه بابا، هم تو روزمره دیگه آموزش میبینن بچه ها یاد میگیرن. نه دوستای عزیز، شما در زمینه مذهبی مسئول هستین اولاد خود آموزش میدین. اگر به قول شما که فرموده شما گفتین الان اگر پدر و مادری بلند شوه نماز بخونه، خب اولاد از او تقلید میکنه و همون سجاده میشینه نماز میخونه. این آموزش داد فرزند خوده، این اولاد خوده با اعمال خود آموزش داد، آموزش مذهبی داد. خب آموزش فرهنگی هم ما داریم، طریقه صحبت کردن و انتقال ارزش ها، فرهنگ، عنعنات کشور ما، وقتی اولاد خود
آموزش میدی بچه‌م در این مجلس باید رقم باشی، این رقم گپ بزنی، این رقم لباس بپوشی، بزرگتر آمدی، این رقم احترام بگذاری به کوچکتر خود، چه رقم رفتار کنی با قوم خیش خود، چه رقم رفتار کنی، یعنی ما و اولاد خود را آموزش فرهنگی دادی. بله، بیاد خانم علیزاده، برخی خانم‌ها هستن فکر میکنن که انمی آموزش غیر کلامی بسیار در ذهن پدر و مادر پررنگ است، فکر میکنن خب اولاد میبینه باید یاد بگیره دیگه. بله. و متوجه نیستن که آموزش کلامی هم لازم است، مهم است. بله. خب اینقدر است ممکن که یک اولاد هوشیارتر باشه به صرف دیدن امورا یاد بگیره، اما یک اولاد دیگه نیاز داشته باشه که پدر و مادر براش تاکید بکنه، یادآوری کنه و یادآوری. بله، دقیقاً. یعنی ما هم آموزش کلامی داریم هم غیر کلامی، باید هر دو در هر دو کنار هم هستن. نمیتونیم از یکشان چشم پوشی کنیم. بله. و بگیم ما هرچی گفتیم، هر آنچه که اولاد دیده و هر آنچه که میشنوه. بله. هر دو اینها تاثیر داره. خب حالا میگیم در خانواده همین آموزش ها به چه چیزای بستگی داره. ببینید دوستای عزیز، همونطور که ما خانواده ها با هم دیگه فرق میکنیم، فرزندان ما هم با هم فرق میکنن. ما دو تا خواهر میبینیم اولادهاش با هم دیگه فرق داره، دو برادر میبینیم که اولادهاش با هم فرق داره. چرا؟ به چه قسمت است؟ یا توی یک قسمت یک فامیل نگاه میکنیم اولادها مثل هم نیستن. به این خاطر که دوستای عزیز، در هر خانواده به خاطر همون اعتقادات مذهبی، به خاطر وضعیت اجتماعی، به خاطر سطح سواد پدر و مادر، به خاطر وضعیت اقتصادی پدر و مادر و حتی جغرافیایی که در او زندگی میکنیم، همه اینها تاثیر خود روی تربیت اولاد ما میگذارن. چون اولاد ما مثل گذشته نیست که در یک خانه بسته تربیت شود، بیرون میره مدرسه تاثیر خود داره، همسالان تاثیر خود داره، او اجتماعی که زندگی میکنه، او محیط و جغرافیایی که زندگی میکنه تاثیر خود داره، و غیر از او بالاخره گوشی های امروز. بله بله. فضای به خانه نشسته، بله. در بسته تلویزیون روشن است، تاثیر خود داره، شبکه های ماهواره‌ای روشن. این الان اتفاق در غرب ممکن بیفته، در یک کشور بسیار بسیار دور، کیلومترها از ما دور است. بله. اولاد ما یا ما در یک قریه زندگی میکنیم در مرکز افغانستان، همه اتفاق در او کشور دور افتاده تأثیر میتونه بگذاره به اولاد از ما. دقیقا. و خود از ما. ببینید دوستای عزیز، وقتی که شما مثلا یک برنامه رو در غرب پخش میشه، یک تلویزیونی در غرب، او زمینه فرهنگیش در کشور هست که برنامه رو اجرا کرد. بله. ببینید، یعنی شاید مقصد و منظور از او از این برنامه چیزی دیگه باشه، ولی من و شمایی که در یک نقطه دور افتاده افغانستان هستیم و این برنامه رو تماشا میکنیم، چون او زمینه فرهنگی رو هنوز نداریم و یا او بافت و ارزش ها در خانه ما حاکم نیست، ولی به اولاد ما برنامه رو میگیره. خب این اولاد که خبر نداره با این با بافت فرهنگی خانه ما همسان نیست. بله. با او اعتقادات مذهبی خانواده ما همسان نیست، ولی خب آموزش میگیره و این باعث میشه که اولاد دچار یک تعارض شوه بین ارزش هایی که اون فیلم نشون میده و بین ارزش هایی که خانواده میگه، و این اولاد دچار تعارض است، کدامش خوبه، کدامش انتخاب کنیم، او ارزشی که در اون فیلم تبلیغ میشه یا ارزشی که در خانواده تبلیغ میشه. اگر من پدر و مادر تربیت اولادم سست باشه، او غالب میشه. اگر من پدر و مادر او پایه ها را محکم نکرده باشم، او تبلیغ تاثیر خود میکنه. دیدن یک فیلم، شنیدن یک موسیقی، نگاه کردن یک کلیپ تاثیر خود روی تربیت اولاد ما میکنه، و ما یک وقت متوجه میشیم ای غافل، ما که قدر برای اولاد خود کوشش کردیم، در نماز از او، در اعتقادات از او کوشش کردیم، چرا دیگر رقم شد؟ او چیزی که ما میخواستیم نشد. ایده ای خاطر از دوست های عزیز توجه داشته باشه. برای همین میگم که تربیت اولاد امروز بسیار رسالت بزرگیه و بسیار مراقبت میخواد، وظیفه سنگین تر شده است. بله بله. اولاد در گوشه خانه نشسته و با یک فضای مجازی کلی. بله. میتونه. بله. روی از او تاثیر. اگر اجازه بدین خانم علیزاده بزرگوار، یک میان برنامه رو ببینم، باز در خدمت شما هستم. تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم، از شما عزیزان هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. یک میان برنامه کوتاه رو میبینم و بسیار زود هم برمیگردم. بسم الله الرحمن الرحیم. کی یار سفر کرده ما از سفر آید، بعد از شب دیجور محبان سحر آید، از باب صفا قبله ما کی بدر آید،
بی بال و پران را پر و بالی دیگر آید. کی پرده گشاید زرخان روی گشاده، کز رخ کند از اسب 200 شاه پیاده. آقا جان ای گم شده ی مردم عالم و کجایی، کی از مه رخساره خود پرده گشایی؟ هر جمعه همه چشم براهی بیایی، یک پرتو از آن 14 لمعه نیامد، بیش از 10 قرن شدم جمعه نیامد. عشق ابدی و ازلی با تو بیاید، یا صاحب الزمان عشق ابدی و ازلی با تو بیاید، شادی ز جهان رفته ولی با تو بیاید، آرامش بین المللی با تو بیاید، ای عدل علی عدل علی با تو بیاید. عمریست که در بوته عشقت به گدازی، هر کس به کسی نازد و ما هم به تو نازی. هر کوچه و هر خانه ای از عطر چو باغیست، در سینه هر اهل دل و دل شده داغیست، آویخته بر سر در هر خانه چراغیست، بر هر لبی از موعد و موعود سراغیست. از شوق همه رو به سوی میکده دارند، یاری ز سفر سوی وطن آمده دارند. کی یار سفر کرده ما از سفر آید، بعد از شب دیجور محبان سحر آید، از باب صفا قبله ما کی بدر آید، بی بال و پران را پر و بالی دگر آید. کی پرده گشاید زرخان روی گشاده، کز رخ کند از اسب 200 شاه پیاده. ای عطر بهشت از رخ تو، ای گل نرگس، ای روشنی محفل و ای رونق مجلس، ای راز غمت درس مدرس به مدارس، جز تو به زمان نیست کسی مصلح و صاحب، یا مهدی ابن عسکری ای حاضر غایب. تو در پی خود قافله در قافله داری، در سلسله زلف 200 سلسله داری، با آن که خود از منتظرانت گله داری، سوگند به آن عشق که در نافله داری، با یک نگه خود مثل ما را تو طلا کن، آن چشم که روی تو ببیند تو عطا کن. ای گم شده ی مردم عالم به کجایی؟ کی از مه رخساره خود پرده گشایی؟ ما ریز خوریم و تو ولی نعمت مایی، هر جمعه همه چشم براهی بیایی، یک پرتو از آن 14 لمعه نیامد، بیش از 10 قرن شدن جمعه نیامد. بشکسته ببین سنگ گنه بار و پر از ما، کس نیست در این قافله وامانده تر از ما، ما بی خبریم از تو و تو با خبر از ما، ما منتظر و خون دلت ای منتظر از ما، ما شب زده ایم و تو همان صبح سپیدی، تنها تو پناهی تو نویدی تو امیدی. عشق ازلی و ابدی با تو بیاید، شادی ز جهان رفته ولی با تو بیاید، آرامش بین المللی با تو بیاید، ای عدل علی عدل علی با تو بیاید. عمریست که در بوته عشقت به گدازی، هر کس به کسی نازد و ما هم به تو نازی. هرچند که ما بهره‌ور از فیض حضوریم، داریم حضور تو و مشتاق ظهوریم، نزدیک تو بر ما و ماییم که دوری،
با دیده آلوده چه بینی که کوریم؟ در کوه و بیابان زچه رو در بدری تو هم منتظر مایی و هم منتظری تو. اللهم عجل لبریک الفرج. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و محترمان. شما عزیزان بیننده برنامه زنده و مستقیم روشن هستید و ما همچنان در خدمت کارشناس محترم خانم علیزاده بزرگوار هستم. خانم علیزاده، بحث در باب ضرورتی بود که خانواده، پدر و مادر باید یک سری آموزش هایی را به شیوه‌های مختلف کلامی و غیر کلامی برای اولاده خود داشته باشند و شما به چند موضوع اشاره کردن. مثلا مسائل مذهبی را باید در خانه آموزش ببینن اولاده، کما این که در عرف و سنت ما و مردم افغانستان هم همی بوده. معمولا پدر و مادر وظیفه خود میدانستن که مسائل دینی را آموزش بدن و اتفاقا در این زمینه روایت ها هم موجود است. مثلا روایت داریم از امام علیه السلام، امام باقر علیه السلام، که میفرمان که وقتی به اولاد شما به 3 سالگی رسید، 7 مرتبه برش لا اله الا الله بگوی تا یاد بگیره. به 4 سالگی رسید، 7 مرتبه محمد رسول الله بگوی که یاد بگیره. باز به 5 سالگی رسید، 6 سالگی، 7 سالگی همین رقم قدم به قدم آموزش میده نماز خواندن را. و بعد میگه بعد از 7 سالگی برای اولاد خودتون یاد بدن که نماز بخونن. ما به صورت سنتی مسائل دینی و مذهبی را به اولادای خودمون یاد میدیم. بسیار از مسائل ارزشی و انعنات را هم آموزش میدیم. با در مهمانی که رفتی این رقم رفتار بکن، با پدر و مادر کلان این رقم رفتار بکن، با یک غریبه دیدی رفتار دینگو نباشه، با خواهر خوردترت رفتار دی رقم باشه، این چیزها را آموزش میدیم. اما یک مسئله جدی که فکر میکنم که مهم است و به ویژه مادرها باید دقت داشته باشن که آموزش بدن، مسئله بهداشت است. مادرها برای دختران خودشون، چون بهداشت یک مسئله بسیار مهم است و به ویژه بهداشت خانم ها بسیار مهم است. امیرا، میخوام که برای بینندگان از ما بیشتر توضیح بدن، توصیه اگر برای مادرهای محترم دارید. درست. بله دوستای عزیز، ببینین ما گفتیم همطور که موجی محترم گفتن، شاید ما به فکر میکنیم که فقط آموزش مذهبی هست یا آموزش فرهنگی هست. دوستای عزیز، جدای از اون که وظیفه ما هست، بالاخره مسلمان هستیم و به عنوان پدر و مادر وظیفه ماست که ارزش ها و اعتقادات اسلامی خود به اولاد خود آموزش بدهیم و کنار از اون فرهنگ ما، ارزش هایی که در جامعه ما رواج داره، انعنات ما را به اولاد خود آموزش بدیم تا به همین ترتیب نسل به نسل بچرخه و بمانه این فرهنگ زنده، بمانه این انعنات اسلامی ما. ولی کنار همه اینها، همطور که اشاره کردین، آموزش بهداشت هم یکی از وظایف پدر و مادر ها هست. شما باید اولادهای خود، چه پسر و چه دختر، آموزش بدین بهداشت فردی در درجه اول. اینی که لباس های پاک باشه و چقدر اهمیت داد اسلام در این زمینه. بله بله. و چقدر مهم است النظافت و من الایمان و چقدر تاکید شده دین اسلام در این زمینه. ما در دین اسلام در همه زمینه های تربیت اولاد گفته شده، حدیث داریم. پس دوستان این قسمت کمرنگ نباشه. میخوام بگم فکر نکنید شما پررنگ کنید فقط جنبه مذهبی را و فقط از این جنبه بگذاریم به سهولت، به سادگی بگیم یاد میگیره خودش. نه، این یعنی بسیار اهمیت داره. به بهداشت فردی اولاد خود توجه کنید و به ویژه دختر، چون که خانم بله. شرایط خاصتری داره دختر. بله. و متاسفانه در فرهنگ ما این مسئله یک مسئله شرم است و سعی میکنه که پوت کنه، پنهان کنه چنین چیزی را و حتی مادر به اولاد دختر خودش هم میره آموزش نمیده. بله. فکر میکنه که مثلا دختر، من نمیفهم، چشم سفید میشه اگر که چنین مسئله رو یاد بگیره، در حالی که یک نیاز است. اگر که از مادر خود یاد نگیره این مسئله را، از کی میخواد که یاد بگیره؟ دوستای عزیز، من 3 تا ضرورت براتون بگم که دمی قسمت آموزش اولادا و مخصوصا اولاد دختری. 1، وظیفه شماست که آموزش بدین بهداشت فردی رو به اولاد خود.
2. اگر شما آموزش ندین و یا خدای نکرده دل بزنید، شرم کنید و بگین اولاد ما شیمسفید میشه یا هنوز زود خودش یاد میگیره، اگر شما آموزش صحیح ندین، اولاد شما در مکتب، در کوچه و خیابان، از همسالان آموزش هایی را میبینن که متاسفانه ممکن است باعث آسیب رساندن به خود شود. ممکن است بسیاری آموزش ها غلط باشد. پس جایی که شما آموزش ندین، جایی که شما شرم کنید، جایی که شما اون بهداشت مربوط به بلوغ کودکان خود را در اونا آموزش ندین، جای دیگر خواهد یاد گرفت و این به ضرر خودش هست و این باعث میشه که هم آموزش ها ممکنه غلط باشه، صحیح نباشه و همین که ممکنه باعث بعضی آسیب ها به خود شوه. شاید خیلی ذهن پرسؤالی اولاد ما بمانه همینطوری در بسته و این باعث میشه که او خودش بگرده و جواب سوالهای خود بله نیازه جواب سوالهای خود از راه درستش پیدا نکنه. و سومین اهمیتش اینه که مادر من، اگر تو آموزش صحیح بهداشت در دختر خود آموزش بدی، فردا او مادر میشه و یک مادر در درجه اول مسئول بهداشت خانواده است. وقتی کودک ما خرد است، مادر حمام میکنه، مادر او رو تمیز میکنه، مادر او رو کالای تمیز ده و میده، مادر میگه ناخن خود بگیر اولادم، موی خود شانه کو، برو حمام کو، کالای نو تمیز بپوش، نو بپوش. خب همه گرزت ها رو مادر میکنه. اگر اولاد دختر ما خودش نظافت رعایت نکنه، خودش از اون نظافت خود با خبر نباشه، فردا که مادر شد باز در قسمت اولادای خود غفلت میکنه چون خود آموزش ندیده. در این قسمت در تربیت اولاد خود در زمینه نظافت غفلت میکنه و این هم باعث امراضهایی میشه در بزرگسالی و نوجوانی و همین که فرهنگ ضعیف میشه. ببینین تو اسلام اینقدر اهمیت داده در بهداشت که میگن نظافت و من ایمان. یعنی ما غفلت از ما مسلمان هاست اگر اهمیت نمیدیم یا بسیار کمرنگ اهمیت میدیم متاسفانه. پس دوستای عزیز در این زمینه انشاءالله غافل نباشیم. بله، تشکر از شما خانم علیزاده بزرگوار. یک سوال دیگه که به ذهن از ما رسید است که تا چه سنی اولاد از من نیاز داره که من برش آموزش هایی را بدم؟ چون مثلا برخی از خانواده میگن خب من تا 7 سالگی 8 سالگی برش آموزش میدم، بعدش به مکتب میره، یک چیزایی را خب معلمش برش توضیح میده، از مکتب که از من بهتر توضیح میده معلم. من یک آدم بی‌سوادی بیشتر نیستم. یا تا نوجوانی میگه تو 12 سالگی 13 سالگی من برش آموزش میدم، بعد از اون نیاز نداره. یا ای که مثلا برخی از خانواده میگن اولاد از من دیگه، حالا دخترم یا بچه بزرگ شده در دانشگاه مرا، کسی که دانشگاه پدر شده من نداره. بله دوستای عزیز، ببینید در حد معذرت میخوام در حد 4 دقیقه یا 3 دقیقه اگر دوستای عزیز ببینین، وقتی که اولاد ما در دنیا میاد، خب تا یک زمانی که طفل بسیار ناتوان است ما از او مراقبت میکنیم. کم کم که به سن 1 سالگی رسید، مادر شروع میکنه با آموزش، دست اولاد میگیره، بلندش میکنه، راه رفتن و دو کمک میکنه که راه بره، دو کمک میکنه که بیسته، کم کم غذا رو پیش خودش میگذاره، خودش هر رقم بالاخره خورد، یا این که مثلا دو آموزش میده که کمی لیوان دست خود بگیره. یعنی شما آموزش شروع کردین از 1 سالگی اولاد خود. کم کم که اولاد ما کلان میشه، فکر از او کلان تر میشه، ذهن از او کلان تر میشه، باز آموزش ما هم بیشتر میشه، آموزش ما هم سختتر میشه. متناسب با سن کودک ما آموزش رو شروع میکنیم. در سن 7 سالگی باز آموزش های مخصوص به خود، کم کم رفتار اجتماعی از او، نظافت شخصی از او در خودش میسپاریم که اولادیم که حالا دیگه کلان شدی، خود نظافت شخصی خود رعایت کن، یعنی روز استحمام کو یا مثلا لباس تمیز باشه، ناخن‌های پاک باشه. خلاصه این گپا رو ما دوام میزنیم و دو آموزش میدیم در 7 سالگی. خب کلان تر شد، اولاد ما نوجوان شد. در سن نوجوانی پدر و مادر عزیز، آموزش بهداشت بلوغ بسیار اهمیت داره و سعی کنید پس پدر با پسر خود راحت باشه در این زمینه و مادر با دختر خود راحت باشه که بتونه تمام آموزش هایی که مربوط به دوران بلوغ میشه و اون بحران هایی که طی خواهد کرد، همه اینها را در آموزش بده. و دین تمیز اسلام در این زمینه آموزش های مخصوص به خود داره و اینا رو همه رو یادآوری کنه در اولاد خود که ما مسلمان هستیم و این آداب داریم، در مخصوص به خودش است. سعی کنیم راحت باشیم با اولاد خود.
همونطور که گفتم پدر یک رابطه پدرانه پسرانه ایجاد کنه و مادر همچنین، شرم نکنیم، چرا که اگه شما پدر و مادر شرم کنین، خدایی نکرده جای دیگر غفلت کنید، ممکن است که خیلی سخت باشه که بعداً بخواین که او را صحیح کنین و یا ممکن آموزش غلط پیدا کنه. خب به همین ترتیب که اولاد کلانتر میشه، باز آموزش های ما هم به همون ترتیب وسعتش بیشتر میشه. حالا اولاد ما رفت به فاکولته، رفت دانشگاه، طور نیست که ما بگیم دیگه کلان شد خودش، حالا ماشاءالله سوادش از ما بهتر شده و جایی میره که بالاخره با آدم های کلانتر میگردن، نه، باز هم آموزش شما تعطیل بردار نیست، باز هم باید او آموزش بدین فرهنگ و ارزش های خانواده را و اون اعتقادات مذهبی را دو یادآوری کنین. اولادی من، اگر تو میری دانشگاه، اگر تو میری فلان مؤسسه، اگر تو فلان کلاس یا کورس میری، تو مسلمانی، پوششت، رفتارت، گویشت، بهداشتت، همه اینها را باید رعایت کنی طبق آنچه که در خانه بله. ما به عنوان مسلمان ها که با این معنا، یعنی شاید تعطیل بردار نیست، بله تعطیل بردار نیست آخرین لحظه آخرین پدر و مادر وظیفه و هر وقت اونها رفتن سر زندگی خود اولادا کلان بله. شدن بله. و خود اونها پدر و مادر شدن و ما شدون پدر کلان و مادر کلان، باز هم آموزش ما تعطیل نیست بله. چرا که اولاد داری، همسر داری، خشداری رو باز بوده و یاد بدیم، پس همچنان ادامه داره. درست درست. بسیار تشکر از شما خانم صدای بزرگوار، بسیار استفاده کردم. از شما بینندگان عزیز و محترم هم بسیار تشکر میکنم که همراه برنامه خودتان، برنامه زنده و مستقیم روشنا بودید. عزیزان، ما در فضای مجازی هم حضور داریم، شما عزیزان میتونید که از طریق یوتیوب، آپارات، اینستاگرام، تلگرام و دیگه فضاهای مجازی شبکه هادی تیوی دری را دنبال بکنید، برنامه خودتان، برنامه زنده و مستقیم روشنا را ببینید، همچنان از طریق لایو فیسبوک هم میتونید برنامه را دنبال بکنید، نظرات بسیار زیبای خودتان را کامنت کنید. بسیار بسیار خوشحال میشیم که نظرات شما عزیزان را ببینیم و سعی میکنیم که حتما نظرات شما خوبان را اعمال بکنیم برای بهبود برنامه. عزیزان و بینندگان محترم، با لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر بسیار زیبای کابل هم نزدیک میشیم، اجازه بدین تا یک دعای بسیار زیبا از صحیفه سجادیه را تقدیم شما عزیزان بکنم. خداوندا، برآوردن هر حاجتم را خود بر عهده گیر، به خاطر قدرتی که بر روا کردنش داری و آسانی که آن بر تو دارد، و به خاطر نیازم به حضرتت و بی‌نیازیت از من، مسلماً من به خیری نرسیدم جز از سوی تو، و هرگز احدی شری از من بر نمی‌گرداند جز تو، و در دنیا و آخرتم به کسی جز تو امید ندارم. اللهم فصل علی محمد و آل محمد و خذ ظالمی و عدوی عن ظلمی بقوتک الهی، آمین. به امرای کارشناس محترم از حضور شما عزیزان مرخص میشیم، در پناه خداوند مهربان باشید.